دره غندک بامیان پوشیده از طبیعت سبز و در یک گوشه از ولایت بامیان و در سرحد با ولسوالی شبر قرار دارد. جغرافیایی که رژیم پیشین امارت اسلامی آن را از قریه به ولسوالی تبدیل کرده بود. در 20 سال جمهوریت این دره یکی از قریه های مربوط به ولسوالی شبر بامیان بود. منطقه استراتژیک که 20 سال از اعضای شبکه القاعده در آن جای پا داشتند و رفت آمد می کردند. اکنون امارت اسلامی این دره را دوباره به ولسوالی تبدیل کرده است. چیزی در ما نمیرسید، نمیمد، مردم هر رقم گپ میزد که اونجا نرین، القاعده است، طالبا هست، اونجا یه گپا است، کس نمیمد در ما کدام همکاری و کمک و چیز در ما نمیرسند، بخاطری که بریم اونجا طالبا است، ما را جنگ است، اینطور است، به اون خاطر نمیمد. ولسوالی ما تانوز دا وقت سابق طالبا که بود رسمی شده بود، تانوز رسمی نشده، نه و همیالی گفت ولسوال آمده. در آخر دره غندک بامیان آبشار به نام آپر است که زیارت به نام چلتن دارد. داستان این آب و آبشار به چل چشمه خلاصه می شود که از بالای همین کو سرچشمه می گیرند. دهقانان این دره از این آب برای زمین هایشان استفاده می کنند. باشنده های غندک می گویند در 20 سال گذشته هیچ کمک به این ولسوالی صورت نگرفته است، زیرا این منطقه در نزد حکومت قبلی یک مرکز فعالیت القاعده ثبت بود. از اما هر موقع یک چشمه برآمده که مردم حساب کرده 40 دانه است، به مو اساسی را چلتن میگه. از این بالا تا پایان 200 متر ارتفاع داره این آبشار و این آب از این آبشار به داخل این دره که به نام دره غندک است میریزه و کسایی که زمیندار هستند همین زمین های کچالو و زمین های گندم دیگه زمین های زراعتی را که جا باشنده های محل دارن از همین آب زمین هایشان آبداری میکنن. طالبا از ولایت بغلان، از طالب برفق، از دیگه جای دو جا میمد عملیاتشان در دره چارای سنگپر میکد و دره شکاری میکد. به او خاطر ولایت بامیان هم از این مردم قدر خوششان نمی آمد، برچسب فقط در مردم غندک میداد که مردم غندک طالب است، القاعده است. مردم توجه کردن نمیمون سر این مردم، این مردم دائم بدنام میکد به خاطری که غندک تروریست است، طالب است، فلان است، فلان است. اگر هیچ گپی در غندک تانوز یک تخ نشده، ولی اون مردم تانوزه که بود. اما امارت اسلامی تا اکنون از فعالیت القاعده در این دره و همچنان غندک به ولسوالی مبدل شده است رسما چیزی اعلام نکردند. این ولسوالی در 20 سال گذشته هیچ گردشگر به این ولسوالی نامده و از جاهای دیدنی از این ولسوالی ندیده. علت شمی بوده که این ولسوالی ده گفته شده بوده برای مردم که مرکز القاعده است و اینا طالب هستند، اما در این 20 سال اینجا هیچ درگیری نبوده و این جای باستانی را از نزدیک ببینند. سمجهش آریانا نیوز، غندک بامیان.